در دو رویداد جداگانه 8 طالب مسلح در ولایت فرا کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده پلیس فرا میگوید ملا زاکری یکی از فرماندهان محلی طالبان فرا نیز کشته شده است و 2 طالب مسلح دیگر همراه با سلاحهایشان بازداشت شدند. از سوی هم شورای ولایتی فرا در رویداد ولسوالی بالابلوک از کشته شدن 4 تا 6 نیروی ویژه کماندو خبر میدهد. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. سه‌شنبه شب ولایت فرا شاهد رویدادها و حملات خونین بود. فرمانده پلیس فرا میگوید نیروهای ویژه کماندو در منطقه گنداب ولسوالی بالابلوک فرا عملیات هوایی را بر ضد طالبان مسلح راه اندازی کردند. او میگوید در این عملیات نیروهای کماندو 7 طالب مسلح را کشته و 2 تن دیگر همراه با سلاح‌هایشان در حالت زخمی از سوی نیروهای کماندو بازداشت شدند. فرمانده پلیس فرا بر ادامه عملیات خاص کماندو در این ولایت تاکید می‌کند. از مور امنیتی ځواکونو کوشش کوي چې تر دې نور هم ځنګړي عملیات ترسره کړي، تصفیوي عملیات ترسره کړي او د لوی لاري او د ولسوالۍ لاري په خطي ډول سره دخل مخلاص. از سوی همشورای ولایتی فرا در منطقه گنداب ولسوالی بالابلوک از تلفات نیروهای کماندو نیز خبر می‌دهد. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فرا می‌گوید با وجود تلفات طالبان مسلح 4 تا 6 نیروی خاص کماندو نیز جان باختند. جنگی که دیفنسیو ریزی هم شهیدان لري، مخالفین تا هم سخت مرجوب راو شده. کماندوان نو دغه خلاص معلومات شته چې کارتور دی په خبره ده. از سوی دیگر سه‌شنبه شب طالبان مسلح پاسگاه امنیتی منطقه سور مرکز فراه را نیز مورد حمله قرار دادند که با واکنش نیروهای امنیتی روبرو گردید. فرمانده پلیس فراه میگوید در این حمله طالبان مسلح ملا زاکر یکی از فرماندهان محلی طالبان مسلح کشته و 2 تن دیگر از همراهان وی زخمی شدند.